فریبا بلوچ فعال حقوق بشر از لندن با ما همراه میشه. خانم بلوچ، در آستانه 40مین روز از اون فاجعه‌ای هستیم که در سیستان و بلوچستان رقم خورد. در این 40 روز نه تنها مسئولیت پذیرفته نشد، بلکه به کشتار دیگری هم دست زده شد و هر صدای، حتی صدای نماینده مجلس در مجلس هم خفه شد. بله، درود به شما و بینندگان محترمتون. ببینید، این اتفاقی نیست که الان جدید افتاده باشه، نسبت به مردم بلوچ این بی حرمتی که در واقع حالا چه در مجلس انجام شد و چه اون نسل کشی که جمهوری اسلامی انجام داد در بلوچستان دفعه اول نیست که اتفاق میفته، ولی این دفعه خب پوشش خبری بیشتری گرفته و علتش هم این هستش که کشتن مردم بلوچ هیچ وقت هیچ هزینه سیاسی برای جلوی جمهوری اسلامی نداشته و علاوه بر این که هم میکشند مردم رو، میکشند هزاران انگ هم بهشون میزنند. ببینید، آقای مصری اونجا داره به مردم ما توهین میکنه و حتی میگه که نیروی انتظامی وظیفش رو انجام داده و حتی مردم خواهان این بودن که عاملان سرکوب بشن در روز 13 آبان. یه عاملان این جنایت شما بودید. عاملان کی بوده؟ عاملان اون بچه‌ای هستش که معلوله، عاملان اون کودک کاری هستش که شما کشتین، عاملان اون کودک 2 ساله‌ای که در خونش وایساده بوده. همه بچه، اکثر کشته هایی که توی این ایام چندین هفته قیام مردم در ایران داشتیم، بیشترشون از بلوچستان بودن. یعنی درصد بسیار بالایی از اونها در بلوچستان. حتی در 1 ساعت اندازه کل ایران ما کشته های ما بودن. بعد داره میگه که ما برای شما شیرینی پخش کنیم. ما نیازی به شیرینی شما نداریم، ولی این نه تنها بهمون انگ میزنن، حتی بهمون توهین هم میکنن هر روز، به جای اینکه انتظار دلجویی از اونها نداریم. ولی این انگ زدن ها و اینکه بچه های ما رو بهشون میگن تروریست یا میگن که بعد اونها حمله کردن، کجا چه نهادی، چه دور ویدیویی، چه دوربینی ثابت میکنه که بچه های ما حمله کردن؟ بفرضم که بچه ها حمله کردن، بچه ها با سنگ حمله کردن. بچه ای که سنگ پرتاب میکنه حقش تک تیرانداز هستش واقعا؟ خانم بلوچ، شما واکنش کسی مثل مولوی عبدالحمید رو چطور میبینین در این مورد، به خصوص در روزهای اخیر؟ به هر حال واکنش های تندی داشته که اگه نگیم بی سابقه، کم سابقه است. بله، درسته. مولوی عبدالحمید اگه دقت کنید توی چند هفته اول، حتی بعد از اون که اون اتفاق در چابهار افتاد، جریان تجاوز به دختر چابهاری، مردم رو دعوت به آرامش کرد و خواستار این شد که همیشه سعی کرده یه حالت مماشات داشته باشه با جمهوری اسلامی و سعی کنه مردم رو دعوت به آرامش بکنه، که تا مثلا همیشه ازشون سر هر مطلبی مولوی عبدالحمید همیشه ازشون خواسته که خواستار رسیدگی مسئولین شده و این بار هم همینجوری شد. حتی بعد از اون جمعه خونین، ولی 1 هفته 2 هفته همینجوری داشتن میگفتن که مسئولین باید رسیدگی کنن. کدوم مسئولین رسیدگی میکنه؟ و بعد از چندین هفته نه تنها کم شد، هست شما شاهد بودید که هفته قبل، بعد قبلا ما یک جمعه خونین دیگه داشتیم، چندین نفر اونجا شهید شدن توی زاهدان، چندین نفر زخمی داشتیم و باز دوباره این اتفاق. با اینکه هفته قبل، خب ببینید، این زمانی بود که مولوی عبدالحمید باید میومد کنار مردم، یعنی چون تا حالا به اندازه کافی اون حالت تعادل رو رعایت کرده بود و حالا همیشه هم خواسته بود، یعنی خیلی محترمانه درخواست کرده بود که اینا کار دشمن، مثلا نذارید که مثلا این باعث بشه که مثلا دشمنان نظام خوشحال بشن. اینا در واقع که دشمنای مردم خود نظام هستن، جمهوری اسلامی هستش که دشمن زندگی، دشمن شادی، دشمن آزادی، دشمن اتحاد، دشمن برابری هستش و چیز جدیدی نیست.